حیوان بی پدر مادر بی همه چیز به اسم امیر تتلو. برام برنامه چیده بودن دوتا دختر واسه کنسل کردن کنسرت و اخخازی. سلام رفقا، به کانال ایران هواشی خیلی خوش اومدین. امروزم با اخبار و هواشی های اخیر در خدمتتونم. یه شایعه پخش میشه که امیر تتلو یه دختری تتلیتی رو که باهاش دوست بوده رو تو خونش حبس میکنه و شکنجه میکنه. امروز اومدیم این هواشی رو دنبال کنیم، ولی قبل از این که بریم سراغ ادامه ویدیو حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنیم. راستی زنگوله رو یادت نره بزنی تا اولین نفر از اخبار و هواشی یوتیوب و رپ فارسی با خبر بشه. داستان از این قراره که امیر تتلو نزدیک کنسرتش تو آنتالیا میشه و دوست دخترش همون شب یه سری حرفا میزنه و تو اینترنت پخش میکنه که با هم دیگه کاملشو میبینیم. بچه ها سلام، بعد از دو هفته از سیوی کشنن دست یه آدم ربانی اومدم یه سری چیزا رو براتون مشخص کنم و بهتون میگم که فقط از یه حیوان بی پدر مادر بی همه چیز به اسم امیر تتلو فقط دوری کنید و حتی موزیکاش هم گوش ندید که این آدم یک بی پدر مادر یک حرمزاده اصلا نمیشه چیز توصیف کردنی برای حرومزادگی و بیناموس بودن و آشغال بودن این آدم نمیشه مثال زد. کسی که آرزوی مرگ مادر خودش رو سر سال تحمیل میکنه، میگه که من منتظرم فقط مامانم بمیره تا درهای خوشبختی به روم پس باز بشه. این آدم مریضترین و بدبختترین و حرومزادترین و بیناموسترین و خارپسته‌ترین مادر جنده‌ترین آدم رو به کره زمینه. یه دورش تموم شد، این آدم مریضه، این آدم روانیه. منو دو هفته تو خونه یه بی صاحبش حبس کرده بود توی اتاق، این زندان واسم قضا میام و جلو موزاش موهامو کچل کرده و اینکه گوشیمو برداشته خورد کرده به زور، عکس و استوری گربه هامو برداشت آورد توی خونهش و گفتش که اگه نقش بازی نکنی که خوبی جلوی نوازنده هم نمیدونم جلوی بقیه تا کنسرت نیای گربه هاتو میکشم. این آدم میگه گیاهخوارم، تو گوز خوردی حرومزاده بی ناموز بی همه چیز، تو گیاهخواری هر روز صد تا هورمون سگ و اسب و شغال تو خودت فرو میکنی، تو گیاهخواری که دختر مردم میگیری مثل حیوون میزنی. این آدم حیوون، آدم چیه؟ حیف حیوون آدم، اصلا نمیشه روی این اسم گذاشت، روی این آشغال بی همه چیز. و اینکه ازتون خواهش میکنم که سمت این آدم مریض روانی نریم. من یک روز واسه تتو رفتم پیشش و زندگیم سیاه شد، تو دو هفته پرده گوش من پاره شده، دندم آسیب دیده، مو برداشته، همه پام کبوده، سرم کلن کبوده. فیلم گوشم هم واسه تون میزارم چه بله سرم آورده بود. دو هفته من حبس کرد تو اتاق که وقت من نتونم برم بیرون ازش شکایت کنم. هر روزش با کتک و جنگ اعصاب و مثل زندان، زندان واقعی. اون کسایی هم که پیشش موندن واقعا به نظر من بدبخترین و بیچارترین آدم های رو کره زمین هم که کنار همچین آدم بیناموس بی همه چیزی دارن زندگی میکنن. و اینکه من الان کل زندگیم تو خونه این آدمه، وسایل تتو، گربه هام، همه زندگیم گوشیمو شکونده، میگم پرده گوشم پاره کرده، دندم آسیده و من از این آدم شکایت کردم امروز و میخوام بگم که تو آخرین لحظه تو با مرگم شده پیش میبرم شکایتو و از کوچکترین چیزی هم نمیترسم و یه بلایی من سر این آدم خواهم آورد که دیگه
سلطان در کونش نبندن که بخواد اینقدر وحشی و هار و غیر قابل کنترل بشه. تو علم نیستی سلطان آخه یه مش بدبخت اسکل نفهمی که هنوز دنیا رو ندیدن، چهار تا چیز رو ندیدن، این خود گوزو هم بدونی از سلطان. تو انی تو هیچ انی نیستی بدبخت بیچاره. خواستم بگم که من ناراضی بودم از این فیلم و عکسایی که ازم گذاشتش، همش به زور بود. الان گربه های من تو خونه این آدم کثیفن و دیگه من حتی قید همه چیم رو زدم و الان فقط هم صحبت میکنم که چون کنسرت هم داشتش توی آنتالیا، دختری نره پیشش بشه این احمق حرومزاده گولشو بخوره. این آدم محتاج توجه فقط. یه مش دروغ میبافه که نمیدونم آی سحر قرشی نمیدونم منو گول زد اومد با هم عکس و فیلم گرفت واسه مامانش فرستاد، مامانش پخش کرد عکس و فیلم من رو، بعد اومد علکی فلان که آی نمیدونم دوست دختر قبلیم غزل فلان بود اومد ازم پول کندش اومد. آخه بی ناموسه بی همه چیز. تو گوشیه من رو گرفتی شیکوندی، 100 میلیون پول گوشی موشو گرفتی شیکوندی، پرده گوشم پاره کردی، دندم رو زدی له کردی، همه سرم کبوده، موهام رو کوتاه کردی، گردنم رو برداشتی، اسم خودتو به زور نوشتی، تدوم رو برداشتی، زخم کردی، پاک کردی، هر بلای مختلط خواستم رو بردی و آخر واسه یه کفش کانورسی که واسه من گرفته بود که بخوام باهاش برم کنسرت، نادم اومده کفشو داره از پای من در میاره. بابا تو مگه داریم اینقدر حرومزاده، اینقدر بیناموس؟ امروز تو هتل فکر کنم خیلی از ایرانیا دیدن حال منو، چجوری داشتم گریه میکردم و چجوری کتک خورده بودم. و فقط از نتون میخوام که اگه اومدین واسه کنسرت این بیناموس حرومزاده و وقتتون رو تلف کردین و بهش گوش دادین، به هیچ عنوان سمت این آدم نرید. این آدم روانی مریض مشکل داره. این آدم واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم واسه تون که چقدر حرومزاده است. حالا به موقعش تک تک برامه که سرمابود و کارهایی که کرده رو واسه تون توصیف میدم که آخرم پرگشه میگه نمیدونم کچل فلان اومده پرستو. بابا تو انکی باشی که بخواد پرستو بیا سرده، من پرستو هم بخوام بشم پرستو که مادر جنده نمیام بشم. از روز اول وردش ما هم کتای کردی گوشی و شکوندی حبسم کردی تو اتاق 2 هفته، به زور آوردی من آنتالیا بی همه چیز. فقط ازتون خواهش میکنم که این آدم منفور رو بیشتر از این نه گوش بدین. واقعا این جزء دسته نه حیوانا نه انسان چی حساب نمیشه. این یه حرومزاده بی همه کس بیش نیست. براتون توضیحات کامل میدم من بعد 2 هفته 3 هفته نمیدونم تازه آزاد شدم و پیجم برگردونم. به ازتون خواهش میکنم که اطلاع رسانی کنید این آدم چقدر بی همه کس پرمزاد است. امیر تتلو هم بعد از این قضیه و حواشی بزرگی که اتفاق میفته تو کانال یوتیوبش راجع به این قضیه میگه که گناهکار که نباشی آتیش برات گلستان میشه و من امشب بازم آتیش برام گلستان شد. برام برنامه چیده بودن 2 تا دختر واسه کنسل کردن کنسرت و اخخازی، اما هم کنسرت اجرا شد به لطف طبیعت، هم پلیس خودش دختره رو دید فهمید چه خبره. مگه میشه اینقدر دروغ؟ این همه فیلم یارو یه هفته ادای عاشقا رو باز در آورده بود که کنسرتمو کنسل کنه فقط. عجب، چطوری میشه واقعا؟ چطوری میتونن؟ یه دختری که کلن یه کفش اورجینال تو زندگیش ندیده بود رو وقتی این همه حال میدی بهش، یه امر بهش مشبه میشه انیه و این بار رفیقش میدتش بالا درخت. تازه این مارکا که از نظر من چیپن، ولی چیزایی که خودش دوست داشت بود، اونم فقط برای 4 روزش فقط کنار تتلو بودن تو سفر و همش ستهای لباس طراحی شده داشت.
و حتی عینک مخصوص و فانتزی. چون استایل و لباسای خودش زشت بود واسه کنار من نشستن و کسر شأن داشت. تقصیر خودمه دیگه، اینقدر میبرم طرف و بالا که البته بتونه کنار امیر تتلو وایسه و بعد برای خودم شاخ میشه و خبر نداره که با امیر تتلو نمیشه بازی کرد و رفیق خودش که دنبال بلیت بود از حسودی که این با منه و اون حتی بلیت کنسرت هم نداره بهش جف داد و زنگ زد پلیس و یه مشت خالی بست و دادش بالا درخت. این خانم مشکل روانی داشت، تمام بدنش رو با چاقو خط خطی کرده بود. واقعا دلم سوخت براش. رو گردنش تمام اسم پسر زده بود و اومد از من درخواست کرد اسم کنیای دورش رو از رو گردنش پاک کنم و براش تتو بزنم. منم گفتم من واسه کسی نمیزنم، ولی چون تو خیلی اوزاد کیه و خیلی اصرار داری و خیلی ادای عشق رو درمیاری برات تتو میزنم و مجبورم یه انرژی بدم و یه کمک بکنم که بتونی بمونی، چون هم درون هم بیرونت خیلی کیه. آخه واقعا خیلی ادای عشق در می آورد و آی کی میتونه نزدیک تو رو ببینه و نرینه تو خودش و کی میتونه بعد تو با کسی باشه؟ تو چقدر شاخی و چقدر زیبایی و چقدر تتوات خفنن و این حرفا. و منم واقعا دلم سوخت و هم فکر کردم راست میگه و آوردمش با خودم کنسرت. خیلی اوضاعش تو این سن کی بود و کل موهاش سوخته و رنگ بود و کل تتوهاش تومی و سیاه و دوهزاری و کل گشاد، گشادتر از در جهنم. هیچی دیگه. بهش گفتم بمون اینجا و کمتر کل بده و تتوهاتو درست کن و موهاتو بزن از اول در بیاد، تو که سنی نداری زود بلند میشه. منم که توی کی رو نمی کنم زیاد، پس در نتیجه کلتم جمع میشه، از این گشادی در میای. کل بدنش و پسرها تتوهای تیره زده بودن و انرژی سیاه و زامبی درونش بود. تمام رنگای متفاوت خودم رو که هیچکی نداشت بهش دادم کار کنه و از سیاهی نجات پیدا کنه. با اینکه از حیوان خوشم نمیاد گفت گربه‌هامو بیارم. منم که حیوان خونگی دوست ندارم اصلا، گفتم بیار عیب نداره و یه اتاق کلن گذاشتم واسه گربه‌های این. خلاصه طرف اومد ما رو بده بالا درخت، الان خودش دو روز تو اداره پلیسه، منم دو روز دارم با هوادارا عشق میکنم. کلی باید پول وکیل بده و من کنسرت‌های بعدیم تو راهه و کلی پول در میارم. تمام چیزایی که برای این اسکل خریدم رو هم نگه میدارم واسه هواداره باقی. چاهکن همیشه ته چاه، تا سه نشه بازی نشه. و این سومین پرستویی بود که فرستادن و فقط خودش بگفت این وسط، چون من واقعا جز حال دادن به مردم و کمک کردن بهشون به هیچی فکر نمی کنم. خلاصه کنسرت‌های خفن و موزیک ویدیوهای عالی تو راهه و گفتم که هر کس زد به من یه چک زد رفت سمت مرگ و با وجود جندبازی‌ها و دروغ‌ها و روانی بازی‌هایی که در آورد، اونم دقیقا روز ساوند چک و کنسرت، منم اجرام خفن‌ترین اجرا بود و هم جا کنارم خالی شد برای یه دختر در حد خودم. تا کی من باید به این اسکلای داغون بدبخت کمک کنم و اینا این گربه دستم و گاز بگیرن؟ دیگه فقط به دخترها اجازه میدم منو ببینن که در حدم باشن، نه اینکه از روی دلسوزی و کمک بیارمشون بالا و فکر کنن کشای 30 کیلویی با این قیافه کریشون در حد بیادبی کردن به من هستن. من همونطور که حال میزم همونطور هم بیادب هم باشن میگم خداحافظ و سریع بهترشو میارم. قدری باهاشون خاکی برخورد میکنم که فکر میکنن قدرت جنگیدن با من یا خراب کردن منو دارن. صد بار گفتم آب دریا با آب دهن سگ کثیف نمیشه و کنسرت های امیر تتلو با دروغای یه روانی مریض دنبال توجه خراب نمیشه. خلاصه یا باید دروغ بگن و ادای عشق درارن و بکنن و دزدی کنن، یا باید برن پلیس گزارش دروغ بدن و معروف شن و اخاذی کنن. اما خب مدرکم مهمه دیگه، منم اونقدر گاو نیستم که همون روز که دیدم داره دیوونه بازی در میاره و جلوی بندم آبرو ریزی میکنه، گفتم دو تا سیکوریتی زن ببرنش توی اتاق دیگه. من که بار اولم نیست گیر همچین دوزا و پرستوهای مادر جنده میفتم. بالاخره برنامه‌شون رو میدونم. نظرتون راجع به این قضیه چیه؟ میدونم ترک لایک و سابسکرایب هم بخونم. بزن دکمه لایک و دکمه سابسکرایب، بزن دکمه لایک و
دکیم سابسکرایبو، اگه میخواد نیلو بده هزینه رو لایک کن.